سلام علیکم اینجا تراس و خیلی خوش به قسمت هشتم از فصل دوم تراس پادکست گفتگو محبره که تو هر قسمت ما با یک مهمونی که یک داستانی برای گفتن داره صحبت میکنیم و داستانش رو میشنویم بلکه بتونیم داستان خودمون رو قشنگتر بنویسیم مهمون قسمتمون رو جلوتر بهتون معرفی میکنم که اعتمالا میشناسینش ولی قبلش برای تشکر بکنم از اسپانسر این قسمت که اونم قطعا میشناسین فلایتیو که یکی از کاملترین مرجه های خرید سفره هم بلیت داخلی هم خارجی هم هتل بلیت قطار همه رو از فلایت تو میتونیم بگیرین قیمتاشون خیلی خوبه و میتونین به این تو قسمت کامنت مردم نظرات هتل ها رو ببینین بلیت ها رو ببینین و یه خرید خوب داشته باشین و تو هم راحت میتونین بوک بکنین و یه تجربه سفر باحال داشته باشین الان توی کمپینی هن که هر خریدی داشته باشین فرق نداره هر بلیتی که بخرین هر چی که بخرین تو قرعه کشی یک میلیارد تومنیشون شرکت داده میشین من یک میلیارد یعنی یک میلیارد اعتبار برای سفر و یه میشه گفت اگر برنده بشین احتمالا تا آخر عمرتون سفرتون مجانی میشه که این خیلی باحاله. لینک سایت فلایتیو و جایی که میتونید ازش بیلیت بخرید و اطلاعات بیشتر توی دیسکریپشن میذارم از هر جا که دارین میبینین یا میشنوین میتونید راحت به اینو کلیک بکنین و اطلاعات بیشتر رو به دست بیارین یا بلیتتون رو تهیه بکنین و اما مهمون قسمتمون که احتمالا با پادکست طبقه 16 میشناسینش یا اگر تو دنیای کسب و کار و بیزینس باشین قطعا با اسمش آشنا هستین و میدونین که چه کار جالبی کرده و چه شخصیت جالبی داره و امروز قراره که یکم با این شخصیت بیشتر آشنا بشیم آره حله خب سویل علوی اه... که ما فکر کنم همه با طبق 16 میشناسنه فکر کنم عموم جامعه با طبق 16 میشناسنت و اه... یه عده هم که تخصصی تر و تو کسب و کار کار میکنن خود تو از قدیم و اون کاری که میکردی کاری که داری میکنی میشناسن درسته؟ ولی آدم های یکم عمومی با طبقه 16 فکر کنم تو رو میشنسن چاکرم امیدوارم که حال هم خوب باشه من هم خوب هم ممنون حال ما رو نبوزدم به درخش مذارت اما اول رفتم سراغ من هم به همه دینا خب چطوری چه خبر قربه تو برم مشتی هستی آره درست میگی شاید عموم مردم حالا خیلی پادکست من پادکست آم پسندی نیست به قول همون حرفی که زدی یعنی فعلا داری... همیشه اسم،, اسم, پادکست تو همیشه جز تاپا هست دیگه جزی نباشه خدا رو شکر اگه اینطوره حالا شاید من چون کانادام و مثلا شاید توی اون آمیت آدم ها تو ایران وجود ندارم شاید به گوش خودم نمیخوره یعنی منم خیلی حالا شاید تو کامنت ها تو مجازی و بچه به من میگن آقا همش تو شرکت داشتین راجع پادی صحبت میکردیم برای من یکم عجیبه چون به گوش خود من نمیرسه میدونی؟ آه آه و جالبه اگه اینطوره که خیلی خوشحالم به خاطر اینکه موضوعی رو انتخاب کردیم که دنیای تک و استارتاپ که حالا راجعش صحبت میکنیم که اصلا چرا این کارو کردیم برای من جذابه که تونسته یه عمومیتی پیدا بکنه چون اصلا هدفش هم یه مقداری اینطوری بود که دعوت آدما برای نگاه کردن به یه همچین مسیری به عنوان یه لایف استایل میدونی نه لزوما فقط به عنوان یه کار و شرکت و استارتاپ و بیزینس که م... چی, م... لایف استایل که پادکست گوش کنن نه ببین اتفاقی که برای من افتاد بذار استوریشو اینطوری بهت بگم در وحله اول دیدی تو دنیایی که من رو تو داریم توی زندگی میکنیم و اینا یه سری آموزش هست که حالا این آموزش ها همش شمشیر دو سر است یعنی ممکنه یه جایی شنش... شمشیر آره چیش نه یه چیز دیگه هم آره تیغه <تص> حالا یه چیزی <rape> که تیزه <تص> و اتفاقی که میفته اینه که تو میتونی اونو هر طوری که دوست داری برداشت بکنی یعنی برای ما بازش نکنن که معنی چطوری و ایناست مثلا ما خیلی تو بچگی شنیدیم که آقا این دنیایی که وجود داره دنیایی که تو باید خودتو آ... کشف کنی میدونی تو وقتی همچین جمله میشنوی یه معنای... یه معنایی برای تو داره دیگه یعنی یعنی تمام خصوصیات تو و تمام صفات تو و همه اینا توی تو نهادینه شده تو مشخصا معلومه چی هستی و فقط باید صرفا بری رو پیدا بکنی در, صدی که اتفاقی که برای من افتاد اینطوری بود که یا یعنی چیزی که من یاد گرفتم من که برای من اتفاق افتاد این بود که اتفاقا تو باید بری خودتو خلق کنی یعنی چیزی از عقب از گذشته تو تو تعیین نشده مهم به مثال من خب اگه قرار بود خودم کشف کنم توش پادکست پیدا نمیشد رفتم خودم خلق کردم برای درست کردن پادکست نه, نه, پشنی نسبت بهش داشتم که بخوام این کارو بکنم نه علاقه آنچنانی به درست کردنش به گوش کردنش نه به درست کردنش داشتم ولی بعد از گوش زیاد پادکست دلایلی پیدا کردم که این کارو باید بکنم پس من خودم کش نکردم من خودم به عنوان یه آدم کار جدید خلق کردم چون میتونستم خیلی نگاه کنم بگم آقا درست کردن پادکست توی خصوصیات اخلاقی من نیست میدونی خیلی راحت میتونم ازش, بر... ازش بگذرم آره. و آدم ها این کار خیلی زیاد میکنن یعنی من با آدم ها خیلی سوال آقا من علاقه به کامپیوتر ندارم میدونی من خیلی مثلا میگم بریم جیم من خیلی اهل ورزش تو وقتی اینا رو به خودت میگی خب آلردی بستی با،, 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 با خیلی از کارهایی که تو زندگیت میتونی خود برای خودت انجام بدی و دلیلی که بهت گفتم که مثلا این استارت به عنوان یک لایف استایل میشه بهش نگاه کرد این بود که خب از همین داستانی که خودت باید بری خلق کنی خب شاید ماها تو دنیایی که با کامپیوتر و اینترنت و اینا وقتی بزرگ شدیم خوندن کتاب برامون خیلی سخت باشه میدونی آل... مثلا سرانه خوندن کتابم خب توی ایران خیلی پایینه به هر حال دیگه و خب شاید تو اون وقت به خودت یه ایده بدی که خب من اهل کتاب نیستم من آدم کتابخونی نیستم تا زمانی که مثلا من با میدیوم پادکست آشنا شدم که وقتی که مثلا برای دوران دانشجو اومده بودم کانادا که بعد با اتوبوس و اینا اینور اونور می‌رفتی و خیلی وقت خالی برای تو راه و مسیر و حمل و نقل اینو داشتی من شروع کردم پادکست گوش کردن و از این وقت مرده شروع کردم استفاده کردن دارم راجع مثلا خیلی سال پیش صحبت می‌کنم و دیدم چقدر اون پادکست فارسی نبود اون موقع نه نه اون موقع منم خودم با اون موقع هم حالا شاید فرمتش هم پادکست نبود حالا یه حالت رادیویی بود تو رادیو حرف می‌زد میدونی حالا شده بود فایل ام ما داشتیم ماره. گوش می‌کردیم و من اونجا خیلی علاقه من شدم بعد اینطوری بودم که پس من علاقه به یادگیری دارم پس من علاقه به چنیدن و پای صحبت ها شنیدن دارم شاید فقط فرمت و میدیوش باید عوض میشد میدونی و یه چیز دیگه یاد گرفتم که پس هر کاری که دوست داری بکنی اینه که شرایطی رو برای خودت به وجود بیار که لذت بخش بشه میدونی من همون کتاب رو میتونستم آدیو بوک کنم گوش کنم حالا این بار دیگه نمیتونستم به خودم میگم پس تو کتاب گوش کرد کتاب خوندن دوست نداری میدونی و رفته رفته این... چیز... برو بگو بگو پادکست <تصفح> توی من جوری کردم خودم تمدید نه با یکی از دوستان نشسته بودیم با کاوه کاوه خیلی کاور راد خودش وکیله و خیلی فن پادکسته و خیلی پادکست درست و خوب و با کیفیتی گوش میده و معرفی ها میکنه یه حرف جالبی زد گفت پادکست تنها میدیومیه که تنها مدیایه در واقع که آدما هیچ کس نمیگه پادکست گوش نکن گفت خود اینستاگرام یه سری محتوا تولید میکنن که آقا چجوری کمتر از اینستاگرام استفاده بکنی یا تو یه سری اپلیکیشن تولید میشه که در واقع استفاده تو از سوشال میدیا تو کمتر بکنه توییتر همینطور و حالا تلگرام قبلا تلگرام گشتن هم خیلی بود دیگه همه تو کانال ها میرفتن میگشتن و گفت همه اینا آدمایی هستن که بگن آقا اینقدر وقت نذار واسه سوشال مدیا واسه اینستاگرام واسه فلان پادکست تنها مدیایی که همه میگن برو گوش کن و همه تشویق میکنن به گوش کردن و آدم این اینش خیلی عجیبه که یه نفر تو رو انتخاب میکنه که بذاره رو گوشش دم گوشش و یک ساعت حرفای تو رو گوش کنه و تو یک جایی هم گوش میکنه که بخاطر یعنی اصلا همه حواسش به توه و تو اینو تو سوشال تو اینستاگرام نداری تو توییتر نداری یعنی اینستاگرام تو استوری میذاری مثلا من یه استوری میذارم 300 نفر میبینن این 300 نفر که همشون با دقت برا نمیبینن که هر کدومشون یه جان هر کدومشون یه حالتی ان یعنی اصلا یه درصد زیادیش اصلا من نمیبینم رد میکنن بره یا میدونی ولی پادکست طرف سر فرصت با انتخاب خودش تو رو میذاره دم گوشش که بشینه به حرفات گوش بکنه و این خیلیم خیلی بکره به نظر من هنوز و خیلی هم باحال و دوست داشتنیه آره خیلی چیز باحالیه و فکر کنم دلیلی هم که یه تفاوت خیلی زیادی هم با میدیاهای و میدیوم های دیگه هم داره اینه که اسکرین تایم نیست میدونی چون وقت اسکرین تایم وقتی تو آره. نگاه میکنی اصلا کلا به صورت پیشفرض اتنشن و زمان توجه آدم ها خیلی کم میدونی و تو درست. دنبال یه سری دوپامینای چیپ دوپامینای مجانی ارزون قیمت هستی که سریع اینو ببینم اینو ببینم اینو ببینم, اینو ببینم. در که وقتی هدفون رو یو همه دور ساکت میشه و تو انگار توی جمعی نشستی و با دقت و با یه هدفی داری گوش میکنی معمولا به مثلا خب ما هم تو دنیا داریم دیم. مثلا دیدی میگن مثلا میگن کامنت اینستاگرام یا کامنت های توییتر یا کامنت های یوتیوب و من و کیفیت این کامنت ها رو با هم دیگه مقایسه میکنم و معمولا کامنت های یوتیوب خب کیفیت خیلی بالاتری برخورد داره یعنی آدم ها همیشه بیشتر دارن تشکر میکنن کمتر هیت زیرش داری میبینی دقیقاً اگه خیلی عجیبه توییتر که همه دارن فوش خوار مادر میدن به هم دیگه اینستاگرام هم که فقط میم و جوک و خنده است و قشنگ تو میتونی با مشاهده کردن بفهمی که چه تیپ آدمایی به چه دلایلی توی اون میدیوم ها هستن میدیوم اینستاگرام میدیوم توییتر میدیوم یوتیوب و کسی که رفته یوتیوب با یه هدفی رفته کسی نرفت تو یوتیوب یه دقیقه یه دقیقه فقط تو تخت بخواد وقتشو مثلا صرف بکنه میدونی رفته یوتیوب با هدف اینکه من یه ساعت وقت دارم میخوام یه نگاه کنم مم. چیز گوش کنم بنابراین خیلی جذاب و جالب بود و دوباره برمیگردم به همون حرفی که و, و برای منم میدونی ببین ام می یه نکته ای که وجود داره یه چیز باحالم هست حتی همون اینستاگرام تو دیدی اینستاگرام پست میذاری هنوز پست آپلودش تموم نشده سه ثانیه گذشته 350 تا لایک مثلا یهو خورده و کامنت ها شروع شده کامنت کامنت بعد من پستم همین بالای 5 دقیقه ولی همون اول کلی کامنت میاد که من اینجوریام که چیو دیدین شما بعد نمیدونم حالا شاید مثلا من چون میلنیالم مثلا ما ده 60 ام خب ببین مثلا ما وبسایت می میبردیم بالا ریفرش ریفرش گوگل آنالیتیکس که ببینیم سه روز بعد دو تا ویو خورده یا نه یه دونه مثلا کسی اومده توش نه. چرخی زده یا نه و شاید مثلا یه مقدار قدرتانتر از آدمایی هستیم که اینو به صورت دیفالت تو زندگی تا به دنیا اومدن دیگه اینستاگرام بوده و دارن میبینن و خیلی چیز عجیبی نیست الان یکی درسته. الان یه بچه‌ای به دنیا بیاد یا یکم بزرگتر بشه با چت جی صحبت کنه یه سوال بپرسه جواب میده اندازه ما کرکوپرش نریزه میدونی اینجوری که خب طبیعیه دیگه سوال پرسی جواب میده <applause> دیگه میدونی ولی ما این که میفهمیم چه وضعیتی بود و چه عصبکاری بوده و و وقتی تو از اون دنیا میای یه پست میذاری یو انقدر هم میبیننش من برام مثلا دلیلی که مثلا من حالا پا... پا... یکی از دلایلی که مثلا من دوست داشتم این پادکست رو بزنم این بود که خب تو یه زمانی اگه میخواستی خودتو برادکست بکنی چیز نشون میدادی بعد میرفتی لس آنجلس بعد میرفتی با ماهواره هاتبرد قرارداد میبستی استودیو میگرفتی دوربینای بزرگی بزرگ از این میگرفتی ادیتور میگرفتی یه تشکیلاتی باید میومد تا بعد مخابره بشه بره رو تلویزیون یه سری هم وسط اون کانال تو رو انتخاب بکنند و تو رو ببینن و اینا آیا من استفاده ای صحیح دارم از یه همچین تکنولوژی عجیبی میکنم که یه چیزی میزنی ده ثانی بعد آدم ها دارم میبینم میدونی؟ من اینجوری که حیف نکنم از این, از این استفاده میدونی؟ منی که داشتم یه وبسایت سایت میساختم وایست دارم یکی بیاد بزنه www اینتر بزنه ببینه حالا که این هست چی کار ازش میکنم و یه حالت اپورچونیستیک بود حتی از این قضیه یعنی اینجوری که من از این میدیوم چجوری میتونم یه استفاده مفید بکنم حالا یه انتقال امروز داشتم با سینا داشتم بحث میکردم در رابطه با یک موضوع که یک س... حالا الگوریتم جدید یا هر چیزی که رو میذارن یا تقلیدی که اینستاگرام از تیک تاک داره میکنه یا کلا این شبیه شدن محتواهای کوتاه و چند ثانیه‌ای که اکثرا هم محتوا فانن و خیلی بی‌کیفیتن باعث شده که یک سری از آدما خیلی سریع رشد بکنن یعنی طرف تو یک هفته یک میلیون فالوور گرفته یا توی یک ماه یک میلیون فالوور گرفته و ویو ار یعنی همه چیزی که یعنی این همه که یک پیج خوب یک دیوش. رسانه خوب میتونه داشته باشه طرف تو یک ماه بهش رسیده میری تو پیجش میبینی یک میلیون فالوور داره همه ویدیو بالای دو میلیون ویو همه ویدیو ده هزار تا کامنت و خب تو میبینی که او چه خفن <laughs> بعد میبینی محتوا رو میبینی و میبینی که اصلا خیلی عجیب شروع کرده ریلز گذاشتن و این ریلزه همینجوری چرخیده و یا ترند شده و اومده بالا و حالا منم میدونم که مسیری که رشد کرده به احتمال زیاد و با توجه به دیدگاهی که من دارم و تجربه که من دارم تو این قضیه میدونم که اینفلوئنس نداره اون آدم و با همون صورت که رفته بالا با همون صورت هم فید میشه و نفر بعدی میره بالا ولی این این بازاری که شکلی گرفته یکم ترسناکه واسه کسایی که محتوای درست تولید میکنن یا محتوایی که دوست دارن دیده بشه و با یک فرمون قبلیشون پیش میرفتن و اینو که میبینن شاید فرمونو که عوض بکنن که اون طرف داره نتیجه میگیره واسه نتیجه رو رو فالوور رو ویو میبینن روی اینفلوئنسر نمیبینن آدمو امروز با سینا داشتم بحث سینا میکنم. من فکر می‌کنم به اون در واقع فالوور داشتن فید میشه همونجوری که لایک گرفتن فید شده الان قدیم خیلی لایک مهم بود که چقدر لایک خورده اون عکس چقدر لایک خورده اون ویدیو الان دیگه مهمه چقدر لایک خورده خیلی کمتر شده این قضیه و داشتم گفتم که مثلا به زودی فالوور هم به همون شکل پیش میره و فالوور داشتن چقدر فالوور دارم کم کم فید میشه و یه چیزی که من همیشه حالا خودم ازش نتیجه گرفتم و می‌دیدم Uh, یک محتوایی که تو تولید میکنی که واچ تایم زیادی داره و مخاطب رو نگه میداره تو اپلیکیشن اپلیکیشن هم به تو حال میده این تو یک ویدیویی میسازی که طرف پنج نقه میخوب داره ویدیو تو رو میبینه اون اپلیکیشن هم خب تو میدونی تو مخاطبت رو تو اون اپلیکیشن با ویدیویی که تولید کردی با کانتنتی که تولید کردی نگه داشتی تو اون اپلیکیشن و اپلیکیشن هم همینو هم میخواد اینستاگرام همینو میخواد که آدمو وقت بگذرونن توش و این خیلی حال داده ولی این محتوای کوتاه کوتاه خیلی باعث میشه که خیلی به قول تو سریع رد کنن و بره و باحال با نب... یعنی باحال باشه و سریع بره ولی ها رو خیلی زیاد گنده میکنه که آدمایی که اینفلوئنس ندارن کلی فالوور دارن و یک سیل عظیمی هم هستن خیلی دوستان نظرت راج به این آدمو بدونم و این که این اتفاق بدونم چه جوریه تونستم از برسونم خیلی توضیح دادم آره میتونم حس بزنم نمونه نمونه دیدی آخه آره 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 و برای یه جاهایی هم حتی دردناکه یعنی اینطوری که اگه تو اینا به وقت داری همچین کانتنتی داری درست میکنی مثلا من الان یوتیوب هم 20 هزار تا سابسکرایب داره بعد از سه سال حالا حرفی هم که زدی درسته یوتیوب یه مقداری دیپروتایز کرده سابسکریپشن یه هست که سابسکرایب کرده واچ تایم الان نگاه کردن به رفتار انسان ها الگوریتم الگوریتم هم یه آینه دیگه خیلی ها یه طوری با الگوریتم ها صحبت میکنن که اینا اومدن تو رو بندازن تو دام که البته حرفه درسته ها ولی الگوریتم هم داره رفتار انسانی رو امپلیفای میکنه و چند برابر میکنه تو اگه دوست داری اون چرت و ببینی داری میبینی خب بیشتر هم بهت میده دیگه درسته حالا نامردی داره میکنه آره. الگوریتم ولی داره همون کاری رو میکنه که تو خواستی چیزی که تو خواستی رو داره بهت میده بیشتر میدونی بیشتر دنبال همچین مطلبی هستی من نمیدونم کلمه اینفلوئنسر اولین بار چرا به این جمع شدین چون اینفلوئنسر به معنای کسی که اینفلوئنس میکنه به معنای کسی که تأثیر گذاره احتمالا چون قدیم سخت بوده که تو بتونی یه آدینسی برای خود ایجاد کنی اولین بار از اونجا اومد بعد دیگه هر کی عدد شفاله شد اینفلوئنسر در حالی که به نظر من اینا تاثیر دارن نمیذارن خیلی هاشون و ببین من که کلا فلسفم تو زندگی اینه که همه چی باید باشه یعنی من هیچ وقت نمیگم این نباید باشه هم بده باید باشه هم خوبه باید باشه اونا هم باید باشن این وریا هم باید باشن ولی مشکل اونا نیستن مشکل اتفاقا به نظر من همین داستانه اینه که رفتار آدما چرا اینطوریه من الان یه مقداری رو بخوای بیشتر از این نگران نسل جدیدم به خاطر اینکه کارشون خیلی سخته یعنی مثلا زمان ما ما از سر بیکاری میدونی یعنی دیگه مثلا موبایل هم نبود یعنی مثلا من یادم ما پایین بازی میکردیم مثلا مامانه بالا داد میزد سو مثلا تو بری خونه و اینا میدونی یعنی خیلی راه خیلی یعنی نویز نبود انقدر نوتیفیکیشن نبود و خیلی زمانی که میرفتی خونه میخواستی بشین درس بخونی فقط شما مثلا ما میخواستیم امتحان داشتیم فرام خواستیم درس بخونیم دیگه حالا واقعا نیم ساعت یه ساعت وقت گذاشتی درس بخونی میشه درس بخونی می دیگه میدونی حالا درست هم نمیخونیم همون موقعش هم. ولی دیگه نوتیفیکیشن دیلینگ دیلینگ نمیومد نمیدونم من الان بعضی موقع پشت خودم دور خودم رو نگاه میکنم میبینم یه دونه لپتاپ اینجاست یه دونه نینتندو اینجاست یه دونه آیفون اینجاست دو تا اسکرین اونجاست و اینا همه دارن د... عوام میکنن برای اتنشن تو برای توجه تو میدونی و یه کانسپتی که ماها روش کار کردیم دیپ فوکس یا دیپ ورک یا کار عمیقه میدونی که تو هم فکر کنم موقعی که میخوای یه اپیزودی بسازی به تو یه زمانی رو میذاری کنار ولی الان خیلی سخت شده اون کار عمیق داشتن میدونی یعنی من بیشتر دقیقا. از این که نگران این یه سری آدم باشن که دارم این رو میسازم نگران افرادی هم که دارن به این چیزا جذب میشن به خاطر اینکه دیگه هیچ کار عمیقی نمیکنن تفکر عمیق نیست سوالا عمیق نیست و حتی یکی هم که میخواد یه کار خوب بکنه مجبور میشه که بره این استراتژی ریلز و میلز و اینا رو من برم ببینم چیکار کنم مثلا من داشتم این نگام که اگه میخوای ریلز بالا بره اول این پنج تا کارو بکن من هم که قبول ولی خب پس کار اوریجینال چی میدونی این وجود داره ولی من بیشتر میگم من بیشتر از این که بخوام مثلا اونا رو تهدیدی ببینم بیشتر نگران کار عمیقم میدونید فوکس عمیق کار عمیق دیپ ورک چند وقت پیش چند وقت میدونی این این چیز همش جدیده دیگه میدونی مثلا حتی همین کاری که من دارم انجام میدم توید توی محتوا تو سوشال مدیا و برنامه سازی این چنینی و کاری که فکر تو انجام میدی قدیم یعنی نبوده میدونی با اون زمانی که ما تعریف شغل رو فهمیدیم زمانی که ما فهمیدم شغل یعنی چی این کاری که الان دارم انجام میدم وجود نداشت و شغل تعریف نمیشد ولی الان که دارم این کار رو انجام میدم با یک شغله با یک چالش شروع شدم که داشتم آه. به تراپی سمنه میگفتم داشتم میگفتم که دوشاره عدم هویتی شدم این احساس میکنم که کاری که دارم میکنم کار نیست در حالی که شغل درآمدش درآمد یک شغل زمانی که میذاری کاری که میکنی میزان خستگی همه چی شغله همه چی تعریف یک شغل رو میگنجه ولی تو ذهن من به اون یک شغل هویتش رو بده نکرده چون اون زمانی که در واقع من اینو شغل در واقع معنی شغل رو فهمیدم این تو کاتگوری نبوده و این خیلی برام جدیده و یکم باعث میشه که بعضی وقتا به این سوال فکر میکنم که خودم چیکار میکنم این کاری که دارم میکنم نکنه همه چیز و هیچ چیز باشه نکنه نکنه واقعا هیچ کاری نکنه پوچ و سطحی باشه نکنه همینقدر که محتواها دارن سطحی میشن کار منم شه و از بین بره این ترسی که من خیلی باش رو به همیشه و ترسناک میکنه واسه و یکی از دلایلی که یکم میخوام بیشتر روی حالت رادیو و پادکست بیشتر وارد بشم و بیشتر کار بکنم همینه چون این این مدیا رو خیلی دوستش دارم رادیو رو من کلا عاشق رادیو بودم من بچگی و این پادکست منو خیلی اون حالت رادیو رو خیلی داره و خیلی میخوام برم چون حالا شدم تصمیمش نگیرم دارم بولم بولم رو فکر میکنم ولی این هویت داشتن رو خیلی مهم بوده یک،, یک تعریفی داشته باشه یک نظمی داشته باشه میدونی و منی که دارم که همه چی نظم داشته باشه کای دارم میکنم که تو مه گنگه یه سری وقتا ایده هست یه سری وقتا ایده نیست یه سری وقتا اون بازی که میخوای میگیری یه سری وقتا نمیگیری چون همش هم با مردم در ارتباطی با رفتار مردم و رفتار مردم تو نمیتونی پیش بینی کنی میبینی چی میگم میتونی. تو بیشتر از اینکه بخوای بری الگوریتم یاد بگیری و مارکتینگ یاد بگیری و فلان یاد بگیری باید یه سری جامعه شناسی باید باشه بدون اصلا رفتار مردم چیه تو سوشال مدیا من جا میشینم یکی بغلم داره استوری چک میکنه خیلی نگاه میکنم که چه رد میکنه چیو نگا... چیو نگاه میکنه و چیو رد میکنه چیو باش میخنده فقط دارم به فیس یورو نگاه میکنم که ریاکشنش چیه نسبت به اینا و خب اینا همش جدیده میدونی ما با همه چی داریم جدید رو برو میشیم و این یکم کلا میدونی تو نمیدونی به چی باید تکیه بکنی به چی نباید تکیه بکنی کجا قدمی که برمیداری زیر پاد محکمه کجا محکم نیست اینا همش یکم کار رو سخت میکنه به نظر من تو خیلی منو یاد استیون میدازی The Diary of CEO نمیدونم پادکستمونو دیدی یا نه که نه. که حتما برو چکش کن برات لینکش میفرستم اون کاملا یه تیمی داره که وقتی یه مهمون یه پادکستاش الان یکی از تقریبا فکر پادکست هفت دنیا شده جورگن و جوردن پیترسن و اینا شماره یک و دو همینطوری به ترتیب هستن آه، و آه، یه تیمی داره تیم خیلی بزرگی داره یه بچه 26 7 ساله هم هست و راجع به گستا کلی تحقیق میکنه تیمش میان راجع به هر تامنل یه تیم خیلی بزرگی داره ولی چرا دارم این حرفا بهت میزنم به خاطر اینکه داری میگی با این عدم هویت مواجهی ببین همه آدما از یه مسیری از یه راهی شروع میکنن ولی قرار نیست به همونجا خط بشه مثال خیلی باحالش میدی کنکور بود میدونی ما همش میگیم بچهای سال بالایی فکر کنیم اما جلوترن بعد یارو دو سال پشت کنکور میمون بعد ما یه جوری زدیم جلو <applause> میدونید یا یا یهو یه مثلا اصلا یعنی مهم نبود کی جلوتره یعنی این،, این دوباره کلا که زندگی به نظر من مشاهده گر بودن خیلی خوبه یعنی پترن ریکگنیشن اصلا توی حتی تو ای آی, آی و هوش مصنوعی و جنراتیو ای آی هم که دارید میبینید در آخر پترن ریکگنیشن و مشاهده کردن و پیدا کردن پترنای قابل تکرار Uh, حالا میرسیم به اینکه پس من چرا میگم استارتاپ لایف استایل به خاطر اینکه چیزایی رو به من یاد داد این دنیای استارتاپ و uh, که توی زندگی به من کمک کرد یعنی من برای اینکه من برای اینکه مجبورشم توی بیزینس uh, یه ایده رو انتخاب کنم بین فیچران پرایتایز بکنم ببینم کدومشون اولویت داره که اول انجامشون بدم مجبور بودم مثلا صورت انالیسیس بکنم یا مجبور بودم مثلا از قانون پنج سوال پنج تا وای استفاده بکنم اینا باعث شد که من تو زندگیم لباس چی بپوشم هم تاثیر داشته باشه غذا چی بخورم هم تا... یعنی از همین تکنیک استفاده میکنم و وقتی من آدم ها و دوستای یکی که میبینم که شاید تو زندگی یکم بیشتر دارن با دنیا دست و پنجه نرم میکنم یکم برام طبیعیه چون دارن این کارا رو نمیکنن میدونی کارهایی که باید بکنی رو نمیکنن و در عجبن که چرا بعضیا شانس دارن در عجبن که چرا بعضیا زندگیشون متفاوت داره. در عجبن که چرا یکی اینطوریه و بعدم واسه خودشون این پدرش پولدار بوده این زندگیش بهتر بوده همه اونا ولیده ولی دلیل اصلی قضیه نیست و این مشاهده کردن به نظر من خیلی نکته مهمیه که آدما داشته باشنش حالا توی این داستانی که تو گفتی با این عدم هویت ای من از استارتاپ شروع کردم حالا این پادکسته شروع شده تو از این پادکسته شروع کردی و دلیلی که استیون رو برات مثال زنم اینه که اینم از پادکست شروع کرد و نکته پادکست و نکته که تو وجود داری اینه که تو الان تو خودتو تبدیل کردی به منا ولیو تو به یه آدمی تبدیل شدی که یه اثرگذاری داره یه اتفاق خوبی که برات میفته دیدیم یه نتورک بساز نتورک بساز نتورک بساز الان آدما باید تو رو پیدا کنن به جایی که تو باید بری آدما رو پیدا بکنی آدما میان به سمت تو خب و این استیون یه نتورک بزرگی از آدما رو الان پیدا کرده و الان نزدیک فکر کنم حدود 10 15 تا استارتاپ سرمایه گذاری که اشن کوچر هم یکی از بزرگترین سرمایه تکه روی اسکایپ الی اینوستر بوده روی کمپانی خیلی بزرگ اینوستر اینوست کرده و تو از تو به واسطه این که داری با این آدم رو صحبت میکنی میتونی حالا با بیزنس های خیلی خوبم بیای یکی از این بیزنس آیدیای که من چند بار دارم با صحبت میکنم همین بحث اینه که الان این دنیایی که من خیلی مسیج میگیرم برای اسپانسرشیپ طبقه 16 به خاطر ماهیت اینکه که استارتاپ ها و بیزنس ها میخوان تبلیغ بکنن یه اد نتورک ما نداریم یک شبکه تبلیغات درست درمون ما نداریم تو باید بری دونه دونه خودت با همین اون بس کنی قیمت کل کل من الان دارم فکر خب یه اد نتورک شبکه و بعد میتونیم این نتورک رو بسازیم تو حالا یه بیزنس اونر هم هستی و این پادکست داره به اون کمک میکنه میدونی یعنی تو لزوما نمیخواد خودتو دیفاین کنی با این دنیایی که الان به عنوان اینفلوئنسر داری نقطه شروعی بوده لورج پیدا کردی و الان میتونی خیلی کارهای خیلی بالاتر الان انجام بدی و خواهی کرد مگه من خودمو پادکست میدیدم من اگه استارتاپ نبود که پادکست نداشتم میدونی به به واسطه اونه که من داشتم <تص> <بسط> <تص> <بسط> <تص> <بسط> <تص> من اصلا حرفی هم خیلی برای گفتن نداشتم <applause> یه بار یه بار که من مهمون طبقشون 16 بودم یه بار داشه خیلی حرف قشنگ میزد رو به اگزیت استراتژی که اصلا هر بیزینسی هر کاری باید یک پلنی واسه اگزیتش هم داشته باشه دیگه اگز... استراتژی باید داشته باشه, باشه که بدونی که میخوای خارجی و این دقیقا همون بنز این من یاد اون میندازه آره آره دقیقا و مال تو میدونی تیری که سختی چیه به خاطر اینکه شو... تو به شوق تبدیل شد میدونی یه قسمت خطرناکی که داره اینه که توی کاری که داری میکنی معروفیت وجود داره تو بیزنس و لزوما صرفا به خاطر وچه اقتصادیش میری توی قضیه میدونی نمیری که یه کاری یعنی تو دوپامینتو داری از یه جا دیگه میگیری ولی داری برای پول در آوردن میری و این میتونه خیلی از تصمیم های تو رو تحت و شها قرار بده و رول مدل خوبی هم شاید نشی از اون لحاظ چون خیلی از آدم ها فقط به خاطر قسمت م... آ... میدونستی الان توی دا... تو... تو مدرسه تو حالا امریکا از بچه ها که میپرسن دوست داری چیکاره بشین جزو ده تا ده تا آیدیایی که میدن اینفلوئنسر شدن و اینستاگرام تو اینستاگرام بودن و یوتیوبر بودنه میدونی این واقعا یعنی قبلا میگفتن ما دکتر بشیم مهندس بشیم الان یعنی من آقا یوتیوبر بشم و یه بستگی هم. هم داره دیگه ولی به قول تو همه چی خیلی جدیده انقدری جدیده آجی باورت میشه ما تا آیفون 2007 اومده میدونی؟ یعنی هنوز این تمام این اتفاقات دنیا این سال همینطوری بوده دنیا این سال هیچ فرقی نکرده دنیا این سال همه همینطوری بفتن خونه همدیگه و با همدیگه صحبت میگهتن توی 15 سال همین اتفاقا داره میفته یوتیوب اینفلوئنس خیلی خیلی ما برامون چون توشیم ولی مثلا مثلا ما نا نا کورکو پرشون ریخته اینجوری چیکار درمی میاد بعد 15 سال دیگه چی میخواد بشه 15 آره. سال دیگه اصلا دور نیست <تصفح> 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 اصلا دور نیست آره اصلا دور نیست و ما فکر می کردیم ببینم بش... سرعت پیشرفت تکنولوژی مثلا وقتی راجبه ای آی و هوش مصنوعی و جنرال ای آی و اینی که تو بتونی حتی این عینکای ای ویچور هدست و ویچور رئیالیتی رو بزنی یعنی ما همه اینا رو فکر می کردیم در 50 60 سال آینده میبینیم در سه چهار سال اتفاق افتاد میدونی؟ دقیقا خیلی عجیبه این که ببینم سوال تو کسب و کار و بیزنس خب تجربات زیادی داری هم تو ایران هم تو خارج از ایران هم استارتاپ های مختلف رو داشتی یه سوالی که میخوام ازم بپرسم نمیخوام علمی جواب بدی ولی علمی شم میدونیم بهم جوابشو بده من هنوز داستان خود کامل نشینم. ولی دارم میخوام ببینم که شانس چقدر توی موفقیت تاثیر داشته و فکر میکنی که آدم چجوری میتون خوش شانس باشن به نظرت صدر ببین یه اتفاقی که اولین بار تو زندگیت برات میفته اینه که دیدی تو همیشه آدم ها مختلف تو دنیای خودشون تو ذهن خودشون سوالای متفاوت زیادی دارن و همه هم چون از دید خودم دارم میگم دارم بس میدم به همه ها همه هم با خودشون احتمالا اینطوری هن که فکر میکنن این ساله فقط برای اونا مطرح شده یا حداقل این ساله یونیک برای خودشونه و خودشونه که فقط این مشکل دارن و خودشونه که فقط این شرایطو دارن ولی وقتی تو دنیای به این بزرگی رو داری میبینی قطعا تو تنها کسی نیست که اون مشکل رو داری میدونی قطعا که وقتی ما هم تو دنیا اینترنت یه باگ سرچ میکنیم تنها کسی نیستیم که به اون باگ خوردیم و یه سایتی به عنوان استک اوورفلو به وجود اومده بود که همه اومده بودن راجع این مینوشتن و این داستان و من همیشه خیلی شروع میکردم به ریسرچ کردن و خوندن هر بار یه اتفاقی برام میافتاد من حتی بعد از فوت پدرم یه اتفاق عجیبی که برام افتاد من هیچ احساسی نداشتم میدونی بعد از اینکه هیچ احساسی نداشتم یکم ناراحت بودم یعنی که عجیب بود برام داداش پدرت فوت کرد ناراحت نمیخوای باشی یعنی یکم عجیب بود برام حالا یه سری اسمش رو تو شوکی یه سری اسمش رو هنوز نپذیرفتی ولی خب عجیب بود میدونی یعنی در حدی برام عجیب بود که من رفتم گوگل سرچ کردم که آقا من پدرم فوت کرده من هیچ احساسی ندارم این طبیعیه و بعد یوهو میبینی که اوه حاجی همه خیلی آدم زیادن که همچین مشکلی دارم پس شروع میکنی خوندن 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 به خاطر اینکه میدونی تو تنها آدمی نیستی که این مشکل داره داری؟ وقتی راجع به شانس صحبت میکنیم تو یه نفر آدم پیدا نمیکنی یا آدم موفق تو دنیا پیدا نمیکنی که از شانس به عنوان بزرگترین المنت زندگیش تو موفقیت حرف نزده باشه یعنی تو ایلان ماسک هم باش حرف بزنی میگه اول شانس بعد خدا بعد خانواده یعنی تو با هر کی صحبت بیل گیتس هم همینو میگه مارک زاکربرگ هم همینو میگه نمیدونم وارن بافت هم همینو میگه بعد دلیلم میفهم که چرا و خب دلیلش خیلی مشخصه به خاطر اینکه تو هر کاری که میکنی تو به بهترین شکل ممکنم اگه اون کارا رو بکنی باز شانس باید باد یار بشه میدونی تو پوکرت هم خوب باشه باز باید ریوره بزنه حالا درسته که تو اونجا میتونی با دستت یه جوری بازی کنی و اینه. ولی اون پنج تا رقم یه نقشی دارم دیگه برای این المنت رندومنس جزوی از دنیای ماست میدونی این رندوم بودن و اینی که قابل غیر قابل پیش بودن جزوی از خلقت کوانتوم فیزیک هم رندومنس توش وجود داره و, و ولی داستان شانس به این معنا نیست که شانس آوردم لاتاری برنده شدم میدونی شانس برای همه آدما تو زمانهای مختلف اتفاق میفته ولی اینی که تو در موقعیتی باشی که بتونی اون شانس رو بگیری و تبلیش کنی به یه موقعیت اینو همه تو موقعیت قرار ندارن اصلا شانس یه تعریفی داره میگن when preparation meets opportunity زمانی که تو یه موقعیت رو با زمانی که آماده تو تو فوتبال شانس باید بیاری یارو جات باید خوب باشه اول از همه برگردونم هم باید خوب بزنی که یارو بکشی بگی شانسی زدم تو کل. ولی جات و جایگیری خوبی کرده بودی یعنی تو خودت تو در موقع رایت right right yeah. right right ولی تو باید خودت بذاری توی رایت right place. میدونی و نکته شانس هم همینه یعنی آدما کسی کسی منکر نیست که زحمت نکشیده ولی اینطوری بود که آجی من این همه پاره کردم خودمو زحمت کشیدم همه این کارا رو کردم چه لاکیش میدونی یعنی این کارا رو من کردم ام. که لاکیشم و منم هم همین کار رو دارم میکنم میدونی مثلا مایکل جردن هم اینطوری بود که آقا من فقط اینقدر شوت زدم اینقدر شوت زدم اینقدر شوت زدم،, زدم تا لاکی شدم مثلا لاکی شدم و اینقدر تو بعد این کارو بکنی تا خودت تو، خودتو تو تو توی موقعیتی قرار بدی شانس بیاری آدما تلاش میکنن که تو موقعیتی قرار بگیرن که شانسه که میاد تو موقعیت حضور داشته باشن آره. تلاش بی وقت با کار کردن زیادشون آره و شانس نی... خلق کنید آره دی من با درست کردن این پادکست داره. و به واسطه الان کلی حالا آدم میتونم بشناسم با آدمای مختلف حالا این کارا رو دارم میکنم دارم منتظرم حالا لاکیشم ولی خب نمیتونم نداشته باشم ولی وایسم ببینم مثلا لاکیشم تو باید اول بلیت لاتاری بخری تا برندشی نه بلیت لاتاری نخری وایسی برندشی که درسته یه یه هم داشتم گوش میدادم خلاصه کتابی راجع شانس و داشت راجع احتمال حرف میزد که چقدر احتمالات مختلف میتونه گزار باشه تو زندگی ها و چقدر ما همه چیمون رو تقریبا یعنی داشت مثال که میزد و اتفاقی که میافته گفت حتی یک تیم فوتبال برد و باختش رو گردن سرمربی مینازن ببره میگن چقدر سرمربی خوبی بود به بازه میگن سرمربی بعد اون رو اخراج میکنه در که خیلی چیزا شانسی تو فوتبال این تو همون یه گیمی که داره اتفاق میفته اکثر چیزا شانسیه میدونی همه چی دست به دست هم میده و این خیلی آدمو نادیدش میگیرن در که بسیار مهمه توی همه چی توی زندگیمون توی من خیلی وقتا به این موضوع فکر میکنم یعنی یه اتفاق مهمی که تو زندگی میفته بعضی وقت که بهش فکر میکنم به این فکر میکنم نقطه شروعش چی بود یعنی حتی با یکی هم که آشنا میشم و برام باحال بوده به فکر میکنم که اولین باری که دیدمش کجا دیدمش و چقدر واقعا اتفاقی بوده این یعنی اگر یک ثانیه مثلا یه چیزی جابجا جا میشد تموم اصلا این, تجربیات اتفاق نمیافتاد افتاد یا هر تجربیات آدمو برگردن به اون نقطه شروعش میبینن که واقعا خیلی همه چی دست به دست هم شانسی که این اتفاق بیفته و میتونست اصلا نیفته خیلی ساده هم. یعنی با یک دقیقه تاخیر تو یکی از اون المانا میتونست هیچ کلوم نیفته و این خیلی عجیبه که اینقدر متغیر مختلف وجود داره یه چیزی که من تو طبقه شونزا خیلی میبینم و دوستش هم رو صحبت بکنم حواشیه که ایجاد میکنی <laughs> نمیدونم اون <قص> ایجاد میکنی <laughs> اول که خیلی روکی تو استوریات ببین من بعضی وقتها اینقدر میخندم اینقدر میخندم یعنی اصلا طبقه شونزا پوزیشنی تو زن من یه پادکست خیلی بیزنسی و علمی و باحال و آدم حسابی <laughs> <laughs> همیان رو صحبت میکنم یه یه استوری میذاری که فوش میدی ببین من کف زمینم و خیلی همه میفرسته دوستان دوستا خیلی با من از اصلا از, از کار و یه موضوع دیگه که <تصفح> میبینم اینه که تو مثلا میری تو اوج اعتراضات که ابر آروان اون اتفاق گفته تو میری باشون صحبت میکنی میبینی نمیترسی از اینکه که آدم ها جرت بدن نه من از جاد شده اصلا نمیترسم این خصوصیت خیلی از قدیم هم با هم بوده. نمیدونم چرا. شاید به خاطر اینکه واقعا درصد خیلی از بالای آدمای دور و برتون نگاه کنید خدایا همه سیال اشکر ماشی کلا سیال خیلی زیاده که بخوان منو جاج بکنن که چون تو کسایی که آدمایی که جاجت میکنن اولا یه چیزی بگم با گوش دادن به پادکست زیاد و خوندن خیلی زیاد من تو تو این دوباره تنها نیستی این مشکل من تو نیست من دارم میخونم آدمای خیلی یادت یه بار بهت میگفتم مثلا کامنت نخون تو پادکست اومده بودی و اینا خب اونو من خودم لکس رفته بود پادکست جوروگن جوروگن داشت به لکس فریدمن میگفت یعنی من تو تنها نیستی من تو سری میتونیم بریم یاد بگیریم ببین و به نظر من یکی از نکته های اصلی زندگی همینه مثلا دلیلی که یه سری آدمای خیلی موفق تو دنیای استاک مارکت مثل وارن بافت و بیلک منو اینا نگاه میکنی یا یه کتاب خیلی خوبی الان هست به اسم پرینسیپلز که ری دالیو بزرگترین سی او بریج الان دیگه سی او نیست ولی بزرگترین یکی از هج دنیا رو داره اینه که آقا دنیای استاک مارکت و اصلا کلا دنیا چطوری کار میکنه این اتفاقاتی هم که الان داریم میبینی کووید اومده چرت اقتصادی به هم ریخته این اتفاقا اتفاقای ای نیست که برای اولین بار تو دنیا اتفاق افتاده و اگر هم سرمایه گذاری کنی ببینی چی میره بالا چی میره پایین فقط کافیه که به گذشته نگاه بکنی و دنیا یه سایکل همیشه قابل قابل تکراره هی یه سری سایکل اتفاق میفته و هی این چرخه ادامه داره و ادامه داره اگه میخوای نیاکن کنی ببینید چه اتفاق افتاد برو به گذشته نیا کن پس اینا خیلی آدمای پیشگویی نیستن میدونی وارن بافت با یه معلومه با یه شانسی داره این کارو نمیکنه با یه استراتژی ثابتی داره میره جلو و داره برد میکنه خیلی بلند مدت بنابراین اینی که آلم یه سری کامنت های اینطوری میذارن خب چون من دارم جای دیگه میبینم برقم دارم و مشکل سر میکنم می من میگم که خب پس این طبیعیه دیگه پس همیشه یه سریات و تعداد زیادی هستن که دارن این کارو میکنن نکته جالبش اینه که برو ببین کی داره به تیکه میندازه آخه میدونی تا حالا دیدی یه آدم خیلی مشتیه که یه کمپانی خیلی موفق داره بیاد بگه عجب مطلب نامفیدی بود میدونی یارو حتی اگرم بخواد این کارو کنه وقتشو نمیذار این رو نمیذاره اینو بنویسه همیشه یه لوزره که بیاد یه همچین چیزی مینویسه یا یه آدم میخواد شروع کنه به تو یه فیدبک خوب تو یه آدم خفن نمینی بیاد برات مثلا یه دونه مثال بزنم بگو یه آدم خیلی خفن مشتی اومد برای من یه دونه کامنت اینطوری نوشت اصلا نمیبینی نمیتونی پیدا ولی خب عمده مخاطب تو همین کسایی هستن که تو میگی مثلا خفنی نیستن یا همینجوری می مینویسن همونا هم دارن میبینن میبین. خب پادکست... می نویسن. پادکست... داره رشد میکنه و به خاطر که یکم داره عمومیت پیدا میکنه یه سری آدم هستن من آخه یکم هم شبیه تی وی شو دارم میسازمش یعنی انتظار دارم انگار مثلا یه از اپیزود یک تا الان دیده باشه در که یه سری از آدما یهو <laughs> الان دارن میبینن خب منم واقعا آدم اه... اه... چیزی چی بود کلمش وچ آدم مججی یه موجه من خیلی آدم موجهی <applause> من آدم خیلی موجهی تو دیده اول نیستم میدونی؟ یعنی تا با من آشنا نشی و کار نکنی اون فرست ایمپریشن من خیلی فرست ایمپریشن منطقی نیست جذابی نیست آه، آره آه، یعنی این این, این اصوله چیه مثلا این طوریه طول میکشه و خب حق میدم یعنی مثلا آره من پاکست خودم اگه گوش بکنم به گوش خودم بعضی موقع انگلیسی فارسی حرف زدنه منزجر کننده است میدونی ولی طول میکشه تا آدم آشنا بشن و اینم باز دوباره یه مشاهده دیگه است من خودم وقتی میرم توی یه چنلی یه یا توی یه اینستاگرام یه چیزی میبینم که میخوام یکم حالم نسبت به اون خوب نیست کرمم هم دارم یه کانتنت میسم ولی یکم یکم وای میسم اینجوری که این این همه لایک داره این همه فالوور داره یه سری از آدما دارن خطر شاید آقا من دارم اشتباه میکنم شاید زمان باید بدم به این آدم میدونی شاید باید یه مقداری واسه همین ولی کلا عموم آدما حتی آدم مشتی نقدم داشته باشه نقدش اونطوری پابلیک تو کامنت نمینویسه بعد باحال اصلا اتفاقا الگوریتم اینستاگرام دست اوناست بذار بنویسن <laughs> آخه این موضوع فقط توی حالا انتخاب مهمون نیست یه بار از ایران که فکر رفتی توییت توییت خیلی حاشیه دارم زده بودی که گفتی شاشیدم به کل زیر ساخت استارتاپ ایران و فلان و ما که رفتیم کانادا اونم باز فکر کنم خیلی حواشی ایجاد کرد ببین در رابطه با ابراروان اولا که من احساس میکنم ما ایرانیا اصلا دوباره یکی از این دلیل کردن پادکست و نحوه صحبت کردن من اینه که ما ایرانیا کلا یه مقداری همش با ملاحظه حرف میزنیم میدونی همش باید همدیگه رو بخونیم همش باید همدیگه رو حدس بزنیم این در رابطه های کاریمون وجود داره این در رابطه های عاطفیمون وجود داره این در هر رابطه های دوستیمون وجود داره به هم صاف نمیگیم از دست هم ناراحتیم به هم نمیگیم با هم دیگه مشکل داریم به هم نمیگیم میخوایم از همدیگه شیتیل بگیریم به هم نمیگیم میدونی یعنی همه رقمه چی و هم, هم, هم نمیگیم توی من رفتم تو ایران استارتاپ بزنم همش این ستاپ چای و قندون و آدمای لباسای خیلی مثلا شسته رفته و یقه تا اینجا بسته و من اداره مالیات میرفتم حساب داشتم میرفتم به اداره مالیات من درخواست شده بودم حسابدار من اومد به من گفت تو داری میری اونجا سکه داد به من گفت اینو برو بده به یارو من اینجوری که من برم اونجا چیکار کنم برم اونجا سکر بدم بزن رو میز یارو چی چی گفت اینجا این گفت این این رواله اینجا برو ردیفه و اینا و بعد من رفتم اونجا و همش صحبت از اینه که اونا اون داره هی گیر میده که به این در اینقدر باید مالیات بدی اینقدر باید مالیات بدی شما نظر چیه بعد یهو میهواشاش میفهمی که اه نه با باید شیتیل بدی و این این فرهنگ که ما مستقیم آقا بگو اصلا بگی شیتیل میخوای بگو شیتیل میخوام حالا مثال به مثال خیلی اکستریم ها ولی کلا منظرم اینه که ماها با هم خوب صحبت نمی کنیم با هم دیگه درست صحبت نمی کنیم همش ملاحظات داریم همش به خاطر نوع فر هم فرهنگ و هم نوع حکمرانی کشور همش ترس از گفتن واقعیت داریم و با هم دیگه درست حرف نمیزنیم و وقت همدیگه رو تلف میکنیم آقا توی من بعدم بهت خبر میدم چیه میای بیرون حالا من بهت زنگ میزنم آقا بگو نمیام دیگه وقت من رو تلف کن وقت خوبتم تلف نکن خجالت میکشیم به همدیگه دیگه انگار بگیم آره درست میگی و من... ترس هم هست یعنی آره. حتی تو... تو, کانتنت هم حتی وقتی این مثلا بچه های تیم هم میفرستم یعنی اه... این که من دارم میگم یکم ترس میدونی به وجود میاد واسه هم که اینکه هم حالا نگران اون جاجم هم نگران اینکه آیا دارم درست منظرام میرسونم چون آدمی که داره استوریو میبینه یا محتوا رو میبینه ممکنه که ته ایران باشه یا سر لندن باشه میدونی از خیلی جامعه گسترده و جغرافی گسترده ای هستن که تو رو میبینن و برداشتش بسیار متفاوته و یکم کار سخت میکنه که تو حرفی رو نزنی هر کاری رو نکنی و اینا همش فیلتر میذاره به ساعت فیلتر میذاره و یه جایی به بعد تو دیگه ام. ترس داری واسه قدم داشته قدم برداشتن و یکم هم که مخاطب زیاد میشه اردش روستم خیلی حرف جالبی میزد میگفت آدمایی که مهم میشن سکوت میکنن دیگه <applause> میگفت آدما تا قبل از اینکه مهم بشن حرف جالب دارن میزنن وقتی که مهم میشن و احساس میکنن که مهم شدن دیگه سکوت میکنن و دیگه اون حرفای باحالو نمیزنن من, من دارم سعی میکنم رو جدی نگیرم چون باعث شده که من حتی بخوام جاهایی آفاره. رو خودم به خاطر این به خاطر حالا اینکه داره آدینست وایت میشه مجبور میشم حالا هم بدم به الگوریتم حالا حالا الگوریتم تو, تو میتونی هر جوری ترجمه کنی وقت نسبت به کامنت ها حتی و این آدم رو عوض میکنه تنها راهش اینه که خودتو جدا کنی از کانتنت میدونی یعنی آیا امیر پارسا میتونه خوش از مطلبی که داره حرف میزنه جدا کنه من خودمو فکر میکنم جدا کردم از کانتنت دلیلی که یعنی طبقه 16 دلیلی که اصلا اسم پادکست من اسم داره اسم پادکست سویل علوی نیست یعنی که من سعی کردم سویل علوی رو از این پادکست جدا کنم میدونی جدا کنم و سعی کردم که یعنی اون سهیل علوی هم یه کرکتریه که من دارم به عنوان سوم شخص نگاهش میکنم و به عنوان یه آدمی که داره این پاد یعنی این آدم اون آدمی نیست که تو شرکته میدونی نه باسم. که نه که شخصیت های گوناگون داشته باشه ولی نقش های مختلفی داره تو زندگیش داره بازی میکنه میدونیم و وقتی که مثلا با ابراروان صحبت کردم باز من اینو یاد گرفتم مثلا لکس فریدمن هم تو پادکست خودش همیشه این به این نکته هست چون اونم خیلی شت میگیره نسبت به اینکه چرا با این صحبت کردی چرا با این صحبت کردی مثلا تو این داستان اسرائیل و فلسطین و این داستان ها و اونم اینطوری که آقا ما انسان ها جز حرف زدن هیچ راه دیگه ای نداریم جز دیالوگ داشتن نداریم اصلا وقتی راجع به اربابان صحبت میشه من اصلا کاری ندارم که اینا چه اتفاقی براشون افتاده خطا کردن خطا نکردن یا نه ولی اگر به حرفاشون گوش ندادین چطوری دارین من هر آدمی یعنی من من الان هر آدمی که بخواد سو حتی راجع مسئولین مملکتت که بد دارن،, بد دارن کار میکنن نباید بشینی پای حرفش ببینی کجای کاری را داشته اون قورشیه اون به کی داره گیر میده مگه عقل نداریم ما من چرا باید گوش کنم به جامعه و به حرف آدم ها وقتی میتونم برم با یارو صحبت کنم خودم تصمیم بگیرم میدونی چرا از من میخوان بگیرن صحبت کردن با یه نفر رو هر کسی تو کره زمین میدونی من با هر آدمی که باشه بتونم باهاش صحبت کنم دیالوگ داشتن که کار عجیبی نیست میدونی بعد خطایی هم که نداره اتفاقا جز اینکه به اطلاعات من اضافه میکنه یارو اگه خیلی یوبس باشه چه بهتر زودتر من میفهمم اگه رفت باشه میدونی منو به فکر فرو میبره دیگه میدونی و من فکر کنم جز که به اطلاعات آدم ها اضافه کرده هیچ اتفاق بدی برش نیفتاده و ما آدما جز دایالوگ الان چی کار میخوایم بکنیم جز اینکه با هم دیگه حرف نزنیم هم دیگه رو نفهمیم چی کار میخوایم بکنیم هیچ شای دیگه نداره دیگه آخرش تیر خلاص آدم و همه دیگه این مسئولین مملکتی که میگه دقیقا یه قوری هم دارن حتی اونا هم که میگه من تو جلسه دیگه داشتم با اساتید متوجه شدم که واقعاً واقعا اینا هم قرای حالا واسه من که سری جا جادع... یعنی من صرفا مثلا تو جلسه یه... حالا بازجویی صحبت می‌کردم یارو تو صحبتی میکرد و قوری که داشت می‌زد من خیلی تایید و ت... چیز بودم که بله بله درست داریم میفهمیم که مثلا عصبانیش نکنم این وقت ولی جالبه که هر کسی یه قوری داره به یکی و هر کسی مسئله ما مشکلشون حرفاش حرف, حرف زدن پیار درست بلد نیستن ببین به هر حال من ببین منی که الان دارم توی مثلا غرب زندگی میکنم بعضی موقع واقعا کارهایی که اینا میکنن اینجوری هم که ما فکر کردیم مثلا ایران خودمون اینجا, اینجا که بدتره یعنی خیلی از این مسائل من میبینم خب در،, در, در, سیاست مداراش بود یه دقیقه الان آمریکا رو نیا کن دیگه بایدن ترامپ میدونی خیلی جوکه ولی یعنی و،, و, و, من اگر مثلا جزی از آدمایی بودم که توی ایران بودم آه... میتونستم از این موقعیت به نفع کشورم استفاده بکنم خیلی زیاد ولی ما پیار خوبی بلد نیستیم میدونی واقعا رسانه‌شون خیلی ضعیفه دیگه آره و... واقعا اسرائیل و اسرائیل اینا کارهای تخمی زیاد دارن میکنن میدونی ولی ما تنها چیزی که یاد گرفتیم مرگ برسه و یه دقیقه مثلا توضیح بده چرا میدونی هدف چی دلیل چیه <تصفح> <تصفح> و, و میتونه چون واقعا دلیل منطقی دارن تو خیلی جاها ولی بعد ما... یعنی هر چی کاری یارو میکنه ما میخوایم مخالفش رو <تصفح> درست میگی دقیقا بعد بگم که ببینم تو یه سوالی که من الان میپرسم از مهمونم دوستم بدم که تو اگه قرار بود که کل زندگیت از اون تایم که تو ایران بودی از ریحون تا از ریحون شروعش بود قبل ریحون بازم بود او خیلی بود چیزه کچکتر بود ریحون شاید آفیشیال رسمی بیزینس توی اکوسیستم استارتاپی بود ولی من اولین بار حست به ریحون چیه الان؟ شاید چون تو پادکست ها صحبت میکنم فکر ملت فکر کنم خیلی بهش فکر میکنم ولی من اصلا خیلی بهش فکر نمیکنم چون <applause> موضوعیه که اول خب پادکست به واسطه بحثه. اون چهار سالیه که من ایران بودم یعنی ت... دلیل به وجود اومدن پادکست طبقه 16 اینه که ببین توی من نمیدونم تو توی اکوسیستم استارتاپی ایران از سال 2014 تا سال 2018 دوران طلایی اکوسیستم استارتاپی ایرانه زمانی که من حتی کانادا بودم سال 2014 و مجله اکونومیست اومد یه مقاله داد که استارتاپ دیجیکالا آدم راجع به 10 سال پیش صحبت می‌کنیم 150 میلیون دلار تو ایران می‌ارزه و همه چشا باد شد او ایران استارتاپ و شروع شده بود یه مقداری زمزمه سرمایه‌گذاری خارجی و یه اتفاق فوق عجیبی داشت تو ایران می‌افتاد و کشور داشت باز می‌شد توی مجله های استارتاپی که خارجی می که آخرین مکان برای سرمایه‌گذاری جایی که رو مونده ایران کشوری که بالای 70 درصد جمعیتش زیر ساله اینترنت پنتریشن فوق العاده بالاست قش تحصیل کرده بالا داره کاملا های تحصیل کرده که به تک و موبایل و اینا آشنان زیاد داره و کافیه مثلا فقط توی سرویس ای کامرس اون تو بزنیم، میدونی اصلا نه آمازونی اونجا ورود کرده نه فیسبوکی اونجا ورود کرده تمام اینا باز بوده و شروع میشه وقتی که اون قرار وقتی که اون او امضا میکنن و برجام امضا میشه موجی از سرمایه گذاری میاد ایران سرمایه گذار ما ریهون یکی سراواس که خود سراوا هم صندوق سرمایه گذاریه که اینوستورهای خارجی توش پول گذاشتن به اضافه اینکه ما سرمایه یونانی هم داشتیم خب اینا همه به واسطه این بود که سرمایه خارجی داشت میومد اینجا و وقتی که برجام پار... ببین خیلی از آدمها فکر میکنن که مثلا تحریم ها وقتی برجام پاره شد خب همه چیز یکم دلار یکم گرون شد مثلا در خیلی شاید شخصی و مثلا نیزه نرفت تو قلبشون میدونی ولی رفت میدونین یه استارتاپ کشته شدن استارتاپ مردن سرویس های گوگل آنالیتیکس اینا وقتی فیلتر میشن استارتاپ ها میمیرن سرمایه گذار خارجی وقتی قطع میشه استارتاپ می ها میمیرن ای دبلیو اس اینا وقتی به سرویس دادن استارتاپ ها میمیرن من مردم میدونی کووید هم که تیر آخرش بود تو سرویس سفارش آنلاین غذا. ولی نه من اون بهش فکر نمی کنم پادکست طبقه 16 من وقتی اون چهار سال به واسطه فوت پدرم سال 2014 رفتم ایران Uh, یه اتفاق من رفتم من خودم کرکوپرم ریخته بود آجی یعنی من صحنه که داشتم میدیدم توی تک اکوسیستم کانادا نایده بودم میدونی آفیس خفن بچه ها داشتن کار میکردن اسمارت ترین بچه ها داشتن تون تون استارتاپ های خفن که حتی قابل کامپت و رقابت با استارتاپ های اینجا بود مثلا پنج دقیقه طول نکشید که آقا من میمونم میدونی من میمونم یعنی می در این حد و من اصلا به عنوان اول به عنوان یه منتور مربی تو آواتک شروع به کار کردم و انقدی حال کردم و انرژی داشتم میگرفتم که گفتم آقا منم میمونم جای سرویس باشم الان غذا میزنم و با به واسطه اون چهار سالی که من ایران بودم با کلی کوفاندر استارتاپ و بچهای استارتاپی و مهندسین و انجینیر و ای اینوستر آشنا شدم و اتفاقات خیلی خوبی افتاد و پادکست طبقه 16 تاریخ شفاهی اون زمان است و من دارم سعی میکنم فقط این چراغ این مشعله رو روشن نگردونم تا دوباره یکم نفت و بنزین زیاد شه فکر میکنم هم دوباره داره این اتفاق میفته یعنی من فقط خواستم این مم. این نمیره میدونی و طبقه 16 به واسطه اون 4 سال تجربه من که حالا منم تو ریهونو داشتم به وجود اومده چون وگرنه من کمپانی اصلی و تمام فکر و ذکرم الان بترموت کمپانی اینجا ولی خب الان فعلا زود راجع به اون صحبت بکنم برای اودینس خب تمام قاب هم بیزنس قابل درک تریه هم تو ایران بوده و خب مثالاشم هم از اون موقع داره میاد دیگه و گردن نه ولی خیلی دوستش داشتم آره چرا دروغ بگم یعنی به احساس میگم یک کمپانی فوق العاده باحال و قوی با برند خیلی قوی و رشد فوق داشت بزرگ میشد به واسطه اشتباهات خودم و حالا شرایط میتونست زنده بمونه اگرم راجعش صحبت میکنم بخواد اینکه دارم سعی میکنم ازش درس بگیرم همچنان هنوز هنوز زیاد <applause> مثلا 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 راجع به استراتژی صحبت کردیم با هم دیگه من آره. میتونستم از ریهون اگزیت کنم اگزیت خیلی خوب زمان داشت زمانش رو از دست دادم میدونی یعنی من میتونستم بیام بعدش بیرون. فهمیدی که باید به موقع بیای بیرون آره فهمیدم من فکر کردم من فکر من اینجوری بودم که من چقدر باحال استارت بیزنس میکنم یا مثل تو استاک مارکت استاک های خیلی خوبی رو من پیک میکنم برای خریدن من انویدیا رو موقعی که روی 550 دلار بود ورداشته بودم اصلا هنوز اوپن ای آی و نمیدونم چت جی پی تی و اینا نبود موقع روی انویدیا رو سلف درایوینگ کار و روی ماشین های اتونومس ماشین های خودران چیپ های انویدیا رو داشتن استفاده میکردن من اینجوریه که چقدر من باحالم ولی اینجوری بودم که داشت خوب میخری خوبم باید بفروشی نمیشه همجی و ریهون هم مثلا حتی خب اونم باز حق داشتم این برگردم به عقب من فکر میکنم خیلی غره گنده تر از این بشه که بخوام الان بیام بیرون پیش بینی نمی‌کرد که این سری اتفاق بخواد بیفته. نه تنها من پیش بینی نمی‌کردم که حتی خود آنالیست سرابا هم وقتی داشت به من دلداری میداد میگفت هیچ کدوم ما تو سرابا فکر کردیم که در عرض یک سال دو سال این همه اتفاق افتاد دلار از 3000 تومان الان 60000 تومان وارن بافت هم نمیتونه پیش بینی کنه. آره واقعا. هیچ اصلا 60 تومان همون چیزی بودش که آدما میگفتن جنگ مگه اگه 60 تومن بشه جنگ میشه یعنی این جمله من شنیده بودم قشنگ دلار 5 تومن بود فکر کنم گفته بود و 60 تومن الان بعد احتمالاً بیشتر هم میشه دیگه ما معمولا تو تراس که با مهمون رو صحبت میکنیم یک داستان اسپسیفیکی دارن راجع به اون من با تو گشتم احساس میکنم کلمات انگلیسی دارم بیشتر استفاده میکنم مگر <applause> داستان خاص میدونستم این داستان خاک, خاک. یه داستان خاص رو تعریف میکردم و حول محور اون گپ میزدیم ولی تو انقدر داستان جذاب داری و داشتی و خود داستانگوی خوبی هستی و تجربیات جذابی داشتی که من جستی گریخته از هر یکم سوال پرسیدم که داستان کوتاه و جذاب تو بشنوم که بسیار لذت بخش بود سوالی که ازت دارم که میتونه سوال آخر من باشه اگر حالا صحبت دیگه نداشتی میخوام بگم که تو اگر تمام کاری که کردی چه استارتاپی که تو ایران داشتی چه منتور تو ایران بودی چه استارتاپی که تو کانادا داشتی چه کاری که الان داری میکنی چه همه سرمایه‌گذاری‌ها چه بالا و پایین‌ها شکست و موفقیت فقط همه رو بخوای یه اسم بذاری و اون اسمی که میذارید اسم کتاب باشه این در واقع همین یه کتاب بشه و تو بخوای اسم اون رو انتخاب بکنی چه اسمی میذاری واسش انتخاب کردم من یک کتابم در حال اه... یعنی حداقل میشه تجربه نوشته تجربیاتم اسم فارسی شو هنوز یعنی اسمش رو هنوز کرافتش نکردم ببینم دقیقا میخواد چی باشه خوب. ولی میتونم برات اتفاق میتونم با مشورت کنم تا خود کنه کسی <تصفح> <تصفح> پیچش نکنه ورش نداره من وحله اول میخواستم مثلا من خیلی برام جذاب بود که یه کتاب مثلا بنویسم به اسم مثلا دیزاین یور لایف زندگی خودتون رو طراحی کنیم مثلا یا دیزاین یور مثلا کمپانی و اینا ببین کمپانی ساختن و اینا ملت فقط اون محصول و اون وبسایت و اون اپ ها رو میبینن در صورتی که یک دنیایی تو با آدم ها و یه ساختار و یه استراکچری اون وره هستن که م. نتیجهش اوتکامش میشه حالا اون اپ و وبسایتی که دیدی ولی یه چیزی که الان تو دنیا خیلی برای من جذابه که احساس میکنم به درد یعنی تو کتاب هم زیاده دیگه چی میخوای بگی که یکی نشیده باشه دوباره بخوای از اول بگی ولی نکتهش اینه که به قول تو تاچ چه خودتو داره تو یه فیلم وقتی از ممکن موضوع فیلم جدید نباشه ولی تاچ اون کارگردانه رو داره اون اون اا اا چی بهش میگن چی چه سراش <applause> و فوت چی, م... چی چه سراش فوت نه فوت کوزه گری بود چی سرش پس آره چرا یادم همون تاچ سرش باز. آره تاچ سرش شد میدونی اونو داره و مثلا همین حرفی که اول پادکست با هم شروع کردیم حالا تو یه سوال هم, هم پرسی من پرسیدی من ولی باید بک استوری بگم حتما و نکتهش اینجوری بود که همین کتابه که تو میخونی و حرفایی که از مادر بزرگی تو از یه که این حکمتایی که میشینی این صفر و یک نیست میدونی هر که بامش پیش پرفش بیشتر اینو می نمیتونی به همین راحتی فیس والیو اینو ورداری این یه معنای خیلی حساسی داره میدونی تو هر کتابی که من دارم میخونم یا هر کاری که من دارم میکنم خودت هم داری تجربه میکنی یه نفری یه چیزی بهت میگه مثلا تو دنیای استاک مارکت که آقا این کارو باید بکنی توی لول یک و دو سه اون کار رو باید بکنی تو لول های ادوانس اون کار رو نباید بکنی میدونی و من تو زندگی هی اینو دارم میبینم یعنی هر میبینم که یه سری آموزه هایی که من میخونم اولش میگن آقا این کار رو باید بکنی که یک هم بعدا پیشرفت می‌کنی میری مرحله بعدی اصلا اون کار رو نباید بکنی و من اینجوریام که ای بابا دوسته. پس ما باید بکنیم این کار یا نباید بکنیم این مثلا مثلا میگن که بذار یه مثال مثلا قابل فهم باشه مثلا تو بیزنس میگن گرو فاست اور دای اسلو یعنی یا سری رشد کن یا آروم آروم بمیر به معنای اینکه اگه تو یه کمپانی زدی و میگن تو کمپانی اگه قراره بمیری بهتره سریع بمیری که سه چهار سال وقت خودتو تلف نکنی خب بهتره همون موقع زود بفهمی که این بیزنس کار نمیکنه و وقت بذاری سریع کار دیگه از اون ور یه جا دیگه میگن آنهایی برنده میشون که میتونن تو بیزنس بمونن و وایسن و تا نتیجهشو ببینن و سروایو کنن و نباید کوتاه فکر کنن و بلند مود. بعد من که خب آخر ما نفهمیدیم ما سریع ببینیم سریع جمعش کنیم <تصفيق> 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 یا وایس ببینیم میشه و, و از این <applause> آره و از این مثلا خیلی زیاده واسه ب... جفتش هم واسه جفتش هم کیس هست کسی که آره، شدن که. <applause> آره. و و من چیزی که تو زندگی دارم سعی میکنم پیدا بکنم این اوورلپ هست این این اگر این معنی رو داره و این اگر این معنی داره این وسطش این خط این گری اریاش کجاست این این اون خط مرزیش کجاست میدونی و کتابی که دارم سعی میکنم تو ذهنم دارم روشش میدم و الان شروع کردم یه مقداری نوشتنش اسمش یه حالت سیلور لاینینگ یا مثلا یه مثلا the critical path یه همچین چیزی یه اسمی که هنوز برایش انتخاب نکردم ولی اون خط مرزی یعنی <تصفح> <يعني تصفح> اون جایی که نه این حرفه درسته و نه این حرفه درسته و اینه و من فکر میکنم این خیلی میتونه جذاب باشه حداقل از زاویه تجربه دیده خودم خیلی مرسی سوهیل مرسی که وقت گذاشتی من خیلی، من راستش رو بگم اینو فکر کنم تو اپیزودی دیگه نگفته بودم این چرا تو این اپیزود چون جواب یه سری خودم گرفتم اما اولش که گفتم با تراپیستم چون سوال می‌کردم اون عدم هویت و اینا خیلی من یکم زیادی فکر میکنم و یکم دچار وسواس فکری دارم میشم و یه سری جاها که قدم میخوام بردارم توی کاری یه لحظه که شک کنم تمومه بدبخت چون اینقدر تو شک میمونم و اینقدر سست میشم که دیگه نمیتونم تصمیم بگیرم و این چند وقته خیلی زیاد اینجوری میشم یعنی تا مطمئن اگه واسه یه تصمیم مطمئن باشم حالم خیلی خوبه یه لحظه شک میاد تو کارم حالم بد میشه و دیگه اون تصمیم نمیتونم بگیرم واسه کلا به هم و این چند وقته با خیلی از این سوالایی که به واسطه همین شک ها تو ذهنم ایجاد شده بود باشون هم زندگی میکنم و اذیت هم میکنن شب و روز ولی الان که صحبت کردیم یه سری جوابشو گرفتم و خیلی واسه جذاب بود و مشاهده بودنه و, و مواردی که گفتی برای من بسیار لذت بخش و ازت یاد گرفتم مثل میشه خیلی مرسی که وقت گذاشتی و مرسی که مهمون ما بودی دمت گرم مشتی هستی پسر مهربون منم واقعا ازت خیلی یاد میگیرم هم از استراتژی هم هم شخصیت خودت خیلی باحاله هم خودت رو هم دانش تو هم 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 این مامانو با الان هم استوریایی هم که میذاری تکنیکایی که توش رایت میکنی نوعی که رو تو راند میکنی همه اینا رو منم ازت خیلی یاد میگیرم کریم مرسی ازت خیلی مرسی و ممنونم که وقت گذاشتی اشاله که بیشتر با هم صحبت میکنیم دمت هم گرم مرسی هستی دم شما گرم چکه فعلا ما رو فعلا خدا پس خب مرسی از فلایتو که اسپانسر قسمت و بود و حامیمون بود یادتون نره که اگر خواستین بلیتی بگیرین فلایتو گوشه تو باشه که اگر هر جا خواستین بلیط بگیرین هتل بگیرین بلیت قطار سفر تا هر خواستین بگیرین از فلایتو بگیرین که خدا رو چه دیدین شاید شما برنده بودین و تا آخر عمر سفرتون مجانی شد فقط تا عید این کمپینشون هست که بتونین رو تهیه بکنین و امیدوارم که برنده یکی از کسایی باشه که در صدای منو میشنوه یا خود من باشم شاید حتی چون منم به حال دیگه سفر قول <tok -Beifall ال> میدم متوقع خوب تولید کنم از سفری که میرم آدرس وبسایتشون توی توضیحات پادکست هست امیدوارم که خوب باشین فعلا تا قسمت بعدی خدا نگهدار